پیکر اسدالله رحمانی از کارمندان وزارت خارجه را به سوی خانه ابدیش میبرند تا برای همیشه با او ودا کنند. اسدالله رحمانی یکی از جان باختگان انفجار مرگبار روز دوشنبه در نزدیکی وزارت خارجه در کابل است. به گفته بستگان اسدالله رحمانی، او در گذشته همچون دیپلمات در برخی از کشورها به شمول ایران، پاکستان، ترکمنستان و ژاپن کار کرده بود. برخطا شدن زود که در رسیدن 11 ام آمدن، خواهرای ما آمدن و مادرم آمدن، زود که آمدن اجازه ندادن دیگه، کسی فقط 11 ام رفتن و جگرخون آمدیم و وقتی که بیرون منتظر بودیم یک موتر رنجر موتر عسکری برآمد، سرش پدرم بود. در بخش آرشیو وزارت خارجه ایفای وظیفه میکردن، تقریبا 15 سال 20 سال بود که اینجا ایفای وظیفه میکردن. با این حال برخی از باشندگان کابل خواهان تامین امنیت و به کیفر رساندن عاملان این گونه رویدادها هستند. همه گا مسلمان کامل هستند. انتحار این فجاری دید بشار ما تشویش هستیم. تقریبا 44-45 سال میشه ای ادامه داره. از انفجار، از کشتن برادر یک ذره دور باشیم. بس است به افغانستان 45 سال شد که انفجار کل زنا بیوه شد، بچه ها بی پدر شد. در انفجار روز گذشته در کابل 6 تن جان باختند و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد واکنش های درونی و بیرونی را نیز به دنبال داشته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین و عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء این رویداد را نکوهش کردند و آن را یک عمل ضد بشری خواندند. داعش په نوم سکومه پدیده ده په یواد کې دغه تقریبا 90% ځپل شوی ده، او لا هم په دې برخه کې اسلامي امارات څخه کوي چې بالکل په ټول یواد کې ریښې قطع شي. داسې ولې ولې پیښې کله اتفاقات د نړۍ په هر یواد کې رامنځته کیږي. همزمان با این، یونما، اتحادیه اروپا در افغانستان، توماس فست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، خواهان توقف این گونه حمله ها و تامین امنیت شهروندان کشور شدند. افغان ها به اندازه کافی رنج کشیدند و هراس افغانی به هر دلیل و در هر مکان غیر قابل دفاع است. این در حالی است که گروه داعش در خبرنامه مسئولیت این حمله را پذیرفته است.